من صحبت کنیم با یکی از کارشناسان محترم در مورد این موضوع و ببینیم که نظر ایشون در مورد این موضوع چی هست. میخوام صحبت کنیم که با آقای حسین شیبانی، عضو محترم هیئت مدیره مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد، و نظر ایشون رو جویا بشیم. سلام آقای شیبانی، صبح شما بخیر. موضوع مالیات بر عایدی سرمایه خب همچنان داغ هست و از ابتدای سال 99 با توجه به اینکه این بازار سرمایه بزرگ شده و این کیک بزرگتر شده، یه جورایی دیگه همه میشه بگیم میخوان برای این کیسه بزرگ شده دستشون داخل این کیسه ببرن و یه سهمی برای خودشون بردارن. آیا به نظرتون این مالیات بر عایدی و گر کنارش مالیات بر مسکن و خانه‌های خالی قابلیت اجرایی شدن رو داره؟ سلام، عرض ادب دارم خدمت شما جناب کلهوری عزیز، همکاران محترمتون و مخاطبینی که این برنامه رو چه به صورت زنده چه در پخش مجدد مشاهده میکنه. خب بیاین اول بحث مالیات رو باز کنیم، ببینیم که ذات مالیات به چه صورته. یعنی مالیات یک عاملیه که از سمت کسی که مالیات بر اون وضع میشه و قرار مالیات رو پرداخت بکنه آیا فعل خوشایندی هست یا نه. طبیعتاً مالیات یکی از راه‌های درآمدزایی دولته و تمامی دولت‌های جهان یا بیشتر دولت‌های جهان یکی از منابع اصلیشون برای تأمین نیازهاشون در قالب هزینه‌های بودجه‌ایشون وضع مالیاته. خب طبیعتاً دولت‌ها از وضع مالیات خوششون میاد و براشون یک عامل پیشبرنده است و خیلی وقت‌ها می‌تونه خیلی از مشکلات رو حل بکنه، ولی در طرف مقابل خب وقتی من و شما میخوایم یه کالایی رو خریداری بکنیم و میدونیم روش مالیات میخواد وضع بشه، خیلی حس خوبی به ما نمیده. و یکی از اصول اقتصادی میگه که مردم بر اساس انگیزه هاشون همیشه تصمیم میگیرن که یک کالایی رو بخرن یا به سمت یک بازاری برن یا نه. مالیات طبیعتاً میتونه انگیزه ورود به هر بازاری رو کاهش بده و وقتی که مالیات وضع بشه من و شما طبیعتاً میبینیم اگر قرار باشه یک سودی رو کسب بکنیم این مالیات بخشی از این سود رو میبره. اما توی مملکت ما و توی کشور ما بحث مالیات خیلی بیشتر نکوهیده است و به قول معروف مردم پس میزنن مالیات رو، به چند دلیل. یکی از بزرگترین دلایلش اینه که خب وظیفه دولت ها اینه که در قبال مالیاتی که از من و شما میگیرن رفاه ایجاد بکنن و ما وقتی میبینیم که متاسفانه در خیلی از شاخص ها رفاه ایجاد نمیشه، حالا در زمینه خیلی موارد که نمیخوام الان تو این جلسه بهش بپردازیم، طبیعتاً پرداخت مالیات یه ذره عامل سختی میشه و این مسئله میتونه تاثیر بذاره روی انتخاب ما. ولی بحثی که ما تا الان در مورد مالیات داشتیم و شناختی که احتمالاً بیشتر مردم از مالیات داشتن، ما مالیات بر مصرف بوده، مالیات بر درآمد بوده، مالیات ارزش افزوده بوده. مالیات عایدی سرمایه یک مالیات جدیدیه ولی یک مالیات بسیار روتین در کل دنیاست و ما معمولا هر موقع هر طرحی رو میخوایم پیاده سازی بکنیم اول میریم مثالهای بین المللیشون میاریم. یعنی زمانی که بانک مرکزی داشت سیاستهای انبساطی رو خیلی شدید در دستور کار قرار میداد و میگفتیم که این سیاست غلطیه، میگفتن که در زمان کرونا همه کشورها دارن سیاستهای انبساطی اعمال میکنن و ما هم باید اعمال بکنیم و گفتیم که خب این شرایط با شرایط اقتصاد ما هم خونی نداره. حالا در مورد مالیات عایدی بر سرمایه نمیخوام بگم این شرط با اقتصاد ما هم خونی نداره، ولی اولین الگویی که براش میارن الگوی کشورهای دیگه است. یعنی میگن که نگاه کنید همه کشورهای دنیا مالیات عایدی بر سرمایه دارن و این مسئله یک مسئله خیلی روتینه و کمک میکنه به اقتصاد کشورها. بله این درسته، ولی خب از بس دور نشیم، ما تا الان احتمالاً بیشتر مردم VAT یا Value Added Tax رو میشناختن، یعنی مالیات بر ارزش افزوده. مالیات بر ارزش افزوده که تا الان باش سر و کار داشتیم که کلی داستان پیش اومد و کلی برنامه ریزی کردن، آخرش خیلی ناراضی بودن و حالا یه تقریبا یکی دو سالیه که روی روتین افتاده. مالیات ارزش افزوده برای کالاهای مولده، یعنی شما در فرایند تولید یک محصولی رو بر اساس یک سری فرایندها یک ارزشی رو بهش اضافه میکنه، یک متریالی در کنار هم قرار میگیره، یک محصول نهایی میشه، یک فرایندی صورت گرفته، از اون فرایند صورت گرفته شما یک مالیاتی رو پرداخت میکنه. این مالیاتی که داره و میاد میگه برای کالاهای غیر مولد، کالاهایی که ذاتشون سرمایه ایه. فکر کنم آقای شیبانی اینترنتشون مشکل داشتن، برگشتن آقای شیبانی. آقای شیبانی من صدای شما رو دارم. جناب کلهوری من صدای شما رو دارم. آقای شیبانی بفرمایید. من صدای شما رو دارم آقای شیبانی.
فکر کنم آره فکر کنم صدای آقای شیبانی رو نداریم حالا تا اینترنت این مشکل اینترنت رو دوستان حل کنن بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. اما یه خبر خیلی جالب دیگه هم که من دیروز دیدم در مورد درآمدهای ارزی ما بود در مقایسه بین حالا همین فصل بهاری که داشتیم و سال گذشته. عدد خیلی خوبی عدد یعنی نسبت عددها واقعا برای خود من جالب توجه بود. تخمینی که زده شده بود ما سال قبل بین 50 تا 55 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم، حالا هم از بخش صادرات نفت و هم از بخش صادرات غیر نفتیمون. و اما در نقطه مقابلش برای فصل بهار خب یه عدد تقریبا نسبت به سال گذشته 30-40% کاهش پیدا کرد و تخمین زده میشد که اگه بخوایم احتمالاً با همین روند جلو بریم احتمالاً مثلا ما بین 30 تا 35 میلیارد دلار درآمد ارزی سال 99 مون باشه. خب این 30-35% کاهش درآمد ارزی طبیعتاً اون اثر خودش رو روی قیمت دلار میذاره. فکر کنم آقای شیبانی مشکلشون هم حل شد. آقای شیبانی ما در خدمت شما هستیم. من اسکای میکنم ببخشید. آره خب عرض میکردم خدمتتون که بحث سی جی تی یا مالیات بر عائدی سرمایه با این تفاوته که کالا کالای غیر مولده، یعنی شما در فرایند تغییر ماهیت کالا هیچ به قول معروف نقشی نداشتین و کالاها میتونن مثل سهام باشن، مثل بازار مسکن باشه، مثل بازار خودرو باشه. شما وقتی یک خودروی رو میفروشین در ماهیت خودرو تغییر ایجاد نکرده، فقط بر اساس یک سری از متغیرها میتونه قیمت این خودرو تغییر کرده باشه که میان روی مابعد تفاوت قیمت خرید و فروش شما یک مالیاتی رو وضع میکنه. ولی الان بحث مسکنه و ما بهتره که پیرامون حوزه مسکن صحبت بکنیم. یکم بازار رو باز شبانی. اینکه آیا بانک اطلاعاتی که واقعا ما در مثلا همین بورس داریم که خیلی در مورد مالیات بر عایدی صحبت میشه با مسکن یکی هست، یا اینکه نه خب طبیعتاً بورسی که خیلی شفافتر هست بانک اطلاعاتی خیلی قابل دسترسی داره، خیلی راحت‌تر میشه اون مالیات رو روش بد. اما یه جورای مسکن فکر کنم اینجوری نیست و میشه بگی که واقعا هدف این بوده که صرفا بورس رو مثلا این کیسه ها رو دست کنیم تو چه چیزی برداریم، حالا مسکن هم کنارش آوردیم که دیگه صداها خیلی بیرون نیاد. خب طبیعتاً گزاره صحیح رو فرمودین و اصلاً دیتایی که و شفافیتی که در بازار سرمایه داریم در بازار مسکن نیست. الان اصلاً یکی از معضلات هم همینه که حالا میخوام بهش بپردازم. یک سامانه‌ای داره جدیداً به قول معروف راه اندازی میشه، سامانه اسکان و املاک، که قراره توی سامانه اسکان و املاک مثل که یک سری از دیتاها منتشر بشه. ولی خب اصلا این که ما بتونیم مسکن خالی از سکنه رو تشخیص بدیم، تشخیصش بسیار فراینده پیچیده یه، به این راحتی نیست. اصلا بعضی ها میگن شاید این دخالت در حریم خصوصی افراد باشه، در حریم خصوصی دارایی افراد باشه و این خیلی مسئله رو پیچیده میکنه. اما من یه سری توضیحات در مورد بازار مسکن بدم که ببینم اصلا اگر که دولت واقعا با این شعار داره میاد سراغ مالیات بر عایدی مسکن که قیمت مسکن رو بیاره پایین، ببینیم اصلا این شعار با ادبیات فعلی مسکن ما همخونی داره یا نه. این خیلی مسئله مهمیه. اینکه ما چی کار میخوایم بکنیم و اینکه چی تو ذهنمون میخوایم این کارو بکنیم دو گزینه و دو حوزه متفاوته. مسکن از لحاظ ثروت دقت بفهمید بزرگترین دارایی ایرانی ها، شاید بالای 80% ثروت ایرانی ها در حوزه زمین و مسکن. ولی همین مسکن رو اگه نگاه بکنیم به طور مستقیم و غیر مستقیم با 100 و بالای 160-170 شغل به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباطه. پس اگر که ما افزایشی در قیمت مسکن میبینیم صرفاً به خاطر عرضه و تقاضا نیست، خیلی وقتا به خاطر عوامل بیرونیه، خیلی وقتا به خاطر افزایش نهاده های تولیده. خیلی از این متریال بر اساس قیمت جهانی فولاد انواع ورقها قیمت میخورن و این مسئله میتونه با توجه به رشد نرخ ارز از سمت نهاده های تولید قیمت مسکن رو ببره بالا. افزایش حقوق و دستمزدها، تورم انتظاری، همه اینها روی مسکن اثر میذاره. ما صرفا نباید بگردیم بگیم که خب خانه های خالی از سکنه رو میخوایم نگاه بکنیم و چون عرضه به بازار صورت نمیگیره این عرضه کم داره باعث میشه که قیمت بره بالا. از سال 95 همواره صحبت میشد که ما 2.5 میلیون واحد خالی از سکنه داریم که احتمالا الان عددش خیلی بیشتر از این حرفا هم شده، شاید نزدیک به 3 میلیون واحد خالی از سکنه باشه. پس این همیشه در اقتصاد ما بوده، در کشور ما واحدهای خالی از سکنه همواره وجود داشته. ولی چند تا گزاره در مورد بازار مسکن میگم. انتظار کاهش بازار رو اگه قیمتش رو داریم ببینیم در ادوار گذشته این بازار چقدر کاهش قیمت داشته. وقتی شما میرید گزارشات بانک مرکزی رو نگاه میکنید از خرداد ماه 92
تا فروردین 93 که ما یک بحث روانی مثبت داشتیم. ببینید تازه باید ببینیم چه عواملی باعث شده قیمت مسکن بیاد پایین. دولت عوض شده بود، وعده های خوبی داشت میداد، یک سری اتفاقات داشت در نهاد تصمیم گیری کشور میافتاد. قیمت توی اون بازه 12% ماکسیموم توی این بازه خرداد 92 تا فروردین 93 کاهش پیدا کرده با همه خوشبینی ها. دوباره از اون طرف از خرداد 98 تا آبان 98 بعد از اون رشد ارزی و معمولا وقتی جامپ ارزی پیش میاد بازار یه کپ میکنه، یعنی تصمیم گیری دوچار مشکل میشه و مردم به این نتیجه میرسن بخریم یا نخریم، یک لگ یا تاخیر زمانی توی بازار پیش میاد. این تاخیر زمانی هم ماکسیموم کاهشی که به قیمت داده بود 6.3% بود. یعنی ما داریم میبینیم تقریبا در دهه 90 مسکن در هیچ شرایطی قیمتش رو به کاهش نبوده. حالا بگیم همیشه بحث عرضه و تقاضا بوده، خیلی وقتا که خوشبینی هم در اقتصاد بوده، ما برجامی رو هم داشتیم، سنتیمنت یا تمایلات مثبت هم به بازار میدادیم، قیمت مسکن هم مثل الان قیمت بالایی نبود و همه اینها داره نشون میده که شاید باید به این نتیجه برسیم که صرفاً بحث مشکل مسکن بحث عرضه و تقاضا نیست، بحث عرضه کم به بازار نیست. وقتی میانگین قیمت یک متر مسکن در تهران به 19 میلیون تومان داره میرسه و شما نگاه میکنید بیشترین حجم معاملات در واحدهای 50 تا 60 متریه، این نیست که ما سطح زندگیمون رو به جوری تغییر دادیم که میتونیم توی 50 یا 60 متر زندگی بکنیم، اینه که توان خرید وجود نداره. یعنی مشخصاً بازار مسکن به خاطر شاید خیلی از دوستان قبول نداشته باشن ولی رشد بازارهای موازی دولت باید بپذیره، تنها بازار سرمایه گذاری در ایران بازار سرمایه نیست، بازارهای دیگری هم هستن که خیلی از سرمایه گذارها حاضر نیستن از بازار تخصصی خودشون بیان بیرون. وقتی فردی داره در بازار مسکن فعالیت میکنه با توجه به اینکه بازیگر بازار مسکن با توجه به حجم سرمایه‌ای که باید درگیر این بازار بکنه خیلی متفاوته با بازیگر بازار سرمایه. شما با 500 هزار تومان میتونید وارد بازار سرمایه بشید و سهم خرید و فروش کنید. بازار مسکن این عددا رو نمیشناسه. الان در تهران شاید شما دیگه زیر 1 میلیارد تومان، خیلی خنده داره، زیر 1 میلیارد تومان دیگه خونه نتونید پیدا بکنید، خونه های چند سال ساخت حتی. و این داره نشون میده که سکتور مسکن اصلا درگیر بحث عرضه و تقاضا شاید باشه ولی خیلی بخشش کمه، اصلا نمیتونیم این بخش رو جدی بگیریم. بخش به خاطر افزایش قیمت نهاده های تولیده، بالاخره این ساختمونی که داره میره بالا سیمانش، متریالش، حقوق و دستمزدش، همه این موارد داره توش دیده میشه. از اون طرف وقتی نگاه میکنید تورم انتظاری هم داره، یک نفر داره میگه من باید یک ملکی رو انبوه سازی بکنم چند سال باید این سرمایه من در گردش باشه، احتمالاً من در این وسط یک تورم فزاینده ای رو دارم تجربه میکنم. وقتی ما بین 30% تا 40% تورم داریم سازنده میگه خب من باید نیاز خودم رو منتفع بکنم، من باید بتونم هج بکنم سرمایه خودم رو و همه اینها میتونه تاثیر بذاره. حالا یک سری گزاره میذاریم میگیم توی دهه 80 ما نزدیک به طور میانگین 900 هزار واحد داشتیم در سال تولید میکردیم و از اون طرف الان این عدد میل کرده به 300 خورده هزار واحد. بله گزاره میتونه درست باشه ولی موضوع اینه که عرضه و تقاضا شاید داره با هم میره جلو، یعنی همینطوری که داره تقاضا برای مسکن میاد پایین طبیعتا باید عرضش هم به بازار بیاد پایین. چرا؟ چون به این دلیل که نه سازنده ها دیگه زور قبل رو دارن بتونن با اون شدت ببرن بالا تولید رو، نه خریدار الان پتانسیل خرید رو داره. پس اینکه صرفا ما دنبال آیدی مسکن باشیم، مالیات وضع بکنیم بر آیدی مسکن، فکر کنم بیشتر دولت دنبال تامین درآمدهای خودشه، وگرنه این نمیتونه شوک خیلی خاصی به بازار مسکن بده ولو اینکه شاید بازارهای دیگر هم قربانی بکنه. یعنی الان همون بحثی که شما فرمودین، شفافیتی که در بازار سرمایه وجود داره، خب اگه بحث CGT به بازار سرمایه برسه، خب الان میگن مثلا اینکه از سود شرکت ها میخوان CVT رو کسب بکنن، یعنی اون سود سالانه ای که شرکت ها شناسایی میکنن از اون میخوان کسب بکنن. بله بله، به کپیتال گین کاری ندارن، یعنی به رشد قیمت سهام فعلا کاری ندارن، ولی خب میتونه چراغ سبز بده. یعنی اگه این به قول معروف شوخی شوخی یک بحثی باز بشه تا انتها میره دیگه، این داستان رو باید مد نظر داشته باشه. یه سوالی آقای شیبانی در مورد عرضه تقاضای بازار مسکن فرمودید، آیا این درسته که مردم به خاطر حالا همین سرمایه گذاری که شما فرمودید بخوان احتکار کنن داخل بازار مسکن، یا اینکه بخوان به خاطر یعنی بازار مسکن بره به این سمت که به خاطر تقاضای سرمایه گذاری به احتکار تو شدت بیشتری پیدا کنه؟ یه سری گزارش ها منتشر میشه که شاید در
سه چهار سال گذشته بالای 70% معاملات مسکن معاملاتی بوده که به نیت سرمایه گذاری بوده و این بحث مالیات بر عائدی مسکن طبیعتا باید جوری طراحی بشه که بتونه این رفتار رو هدف قرار بده. این گزاره گزاره صحیحیه، ولی خب چرا نباید این کار صورت بگیره وقتی که شما ارزش دارایی هاتون داره میاد پایین، وقتی که دولت مردان صادق نیستن، وقتی که ما دوچار مشکل هستیم ولی داریم به مردم میگیم که وضع خیلی خوبه و در ظاهر صحبت از وضع خوب میشه ولی متغیرهای اقتصادی نشون میده وضع خوب نیست. ببینید وقتی قیمت مسکن میره بالا طبیعتا در شرایط رکودی میتونه اجاره رو هم همراه خودش ببره بالا. خیلی گزاره های ساده ایه. ما در همون آمارهایی که بانک مرکزی دیگه لطف میکنه مدت هاست منتشر نمیکنه در حوزه دیتیل تورم، خاطرمون هست که 37% سبد تورمی که تازه حالا کاری نداریم این سبد با چه ملاحظاتی چیده شده، 37% سبد تورمی اجاره مسکنه و وقتی طبق گزارشات خود بانک مرکزی اجاره مسکن توی خرداد ماه 30% میره بالا، یعنی ما فقط همین سکتورمون داره تورممون رو نزدیک 10-11% میبره بالا، حالا شما سایر عوامل رو بذارید کنار. خب وقتی یک همچین اتفاقی میفته طبیعتا مردم میرن سراغ سرمایه گذاری در حوزه مسکن، چون فکر میکنن در ادوار تاریخی مسکن همواره یک کالایی بوده که رو به رشد بوده. طبیعتا یک دارایی، ما ایرانی ها میگیم داراییت باید زیر سرت باشه، میتونه خب از این منظر هم نیاز سنتی ما رو رفع بکنه و این رو مد نظر داشته باشید. وقتی بازارها میرن بالا ما یک لیدری داریم در اقتصاد ایران، میتونیم ارز رو به عنوان لیدر اقتصاد ایران بگیم. وقتی ارز از 4000 تومان میرسه به 20 خورده ای هزار تومان، حالا نمیخوام سر اون عدد خورده ایش صحبت بکنم که بگن چرا اینو گفتی الان این شد، وقتی ارز یک همچین جامپی میکنه طبیعتا همه بازارها جامپ میکنن. حالا یک بازار با تأخیر، یک بازار با تعجیل، یک بازار با شدت کمتر، یک بازار با شدت بیشتر، ولی نمیشه ما بگیم که این بازار حق نداره. ببینید اصلا چیزی در اقتصاد به اسم حق نداره وجود نداره. اگه ما شفاف باشیم با مردم بگیم وضع بده و مردم بدونن وضع بده و زمانی وضع خوب میشه باور کنن وضع خوب میشه، خب این اتفاقات نمیفته. ولی ما پنهونکاری میکنیم، میگیم وضع خیلی خوبه، بعد میبینیم که دلار از 16 تومن رسید به بالای 20 تومن. خب طبیعتا یک سری از افراد، من گفتم هدف نمیگیرن بازار سرمایه رو، هدف نمیگیرن بازار ارز رو، میگه آقا من کارم ملکه، من چه میدونم خانوادگی توی ملک میدم و میرم سرمایه‌ام رو توی ملک میبرم. خب این قضیه پیش میاد. حالا این بحث مالیات بر عائدی مسکن، این مصوبه کمیسیون تلفیق بوده تو سال 1394 و صحبت هایی که شده در موردش اینه که میخوان به این صورت، حالا آپدیت جدیدی ندادن در موردش، که اگر که شما سال اول ملکتون رو بفروشید، یعنی کمتر از یک سال این ملک استفاده شده باشه، 25% میخوان از شما مالیات بگیرن. به تبع بین سال اول تا سال هفتم اگه اشتباه نکنم هر سال، یعنی تو 6 سال بعد 2.5% میان ازش کم میکنن. در واقع میخوان تقاضای مصرفی رو یعنی بیشتر نمود بدن تا حالا اون تقاضای سرمایه گذاری که ما میگیم که احتمالاً میره به سمت اینکه مسکن احتکار بشه. من سوال آخرم چون خیلی وقت کم هست مستقیم میپرسم، به نظرتون انتهای این دوتا ته چی میشه؟ یعنی اینکه مالیات بر عایدی و مالیات بر مسکن یا خانه های خالی، آیا واقعا سرانجامش جفتش مثبت هست یا اینکه نه واقعا یه طرح شکست خورده میمونن؟ خیلی کوتاه آره، همون جوری که طرحهای قبلیمون همه سرانجامش مثبت بوده و نتیجهش رو دیدیم احتمالاً اینم به همون صورت خواهد. ممنون، لطف کردید. خیلی ممنون آقای شیبانی، ممنونم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید و اطلاعات خوبی به ما دادید. خواهش می‌کنم. قربان شما، خدا نگهدار. خب صحبت کردم با آقای حسین شیبانی، عضو هیئت مدیره محترم مؤسسه مطالعات اقتصادی بامداد. نظر ایشون رو در مورد این طرح مالیات بر عایدی و مالیات بر مسکن دیدیم که خب نظرشون این بود که احتمالاً این طرح هم طرح مثبتی